بعد از خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. در حالی که افغانستان در بدترین شرایط امنیتی خود قرار دارد، روز سه‌شنبه هفته گذشته بند کمال خان در ولایت نمروز با حضور اشرف غنی و معاونانش افتتاح شد. افتتاح این بند یکی از مهمترین رویدادهای مثبت در آغاز سال 1400 خورشیدی و گامی برای شکوفایی و پیشرفت اقتصادی افغانستان است. بند کمال خان که ظرفیت آبیاری 184 هزار هکتار زمین و تولید بیش از 9 مگاوات انرژی برق را دارد، گامی بلند برای کمال اقتصادی زراعتی افغانستان است که 111 میلیون دلار هزینه داشته است. مهار و مدیریت آبهای افغانستان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه‌های ملی از اهداف عمده احداث و افتتاح بند کمال خان و دیگر بندهای ساخته شده یا در حال ساخت بوده است. آقای غنی بهره برداری از بند کمال خان را موجب تقویت گذرگاه مرزی زرنج با ایران دانست و تأکید کرد این گذرگاه بعد از این بین المللی خواهد بود و کلید آن چابهار ایران است. انتظار می رود با بهره برداری از بند کمال خان تعامل اقتصادی ایران و افغانستان نیز متحول شود و به موازات یکدیگر شاهد رشد و رونق چشمگیر گردد. در این بعد از خبر به بازکاوی این موضوع خواهیم پرداخت و بهره خواهیم برد از محضر مهمانان گرامی من جناب سید حسن پکتیاوال، نماینده مردم پکتیا در ولوسی جرگه، و جناب آقای محمد عیسی رضایی، استاد دانشگاه و متخصص اقتصاد. سلام به هر دو بزرگوار و خیلی خوش آمدین. سلام به شما و بینندگان عزیز شما، من خدمت شما هستم. قربان شما. بحث من را از جناب آقای رضایی آغاز میکنیم و به دنبالش خدمت شما میرسیم. جناب وکیل، احداث و افتتاح بند کمال خان در نیمروز همچنان که میدانین جناب استاد یک تحول زیربنایی عظیم برای زراعت و اقتصاد افغانستان است. این تحول زیربنایی چه برکاتی برای آینده افغانستان خواهد داشت؟ به نام خدا، عرض سلام احترام داریم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون تمدن و مهمان گرامی برنامه شما جناب وکیل صاحب. احداث بند کمال خان در ولایت نیمروز جزء پروژه های بزرگ زیربنایی کشور حساب میشه که در واقع در پلان های بلند مدت اقتصادی و انکشافی کشور در نظر گرفته شده است، مثل بند سلما و بند کمال خان در غرب و جنوب غرب کشور و بندهایی که در حال ساخت هستند. بندهایی که در حال ساخت و زیر پلان هست که در آینده ساخت اونا شروع شود. در مجموع من میخوایم ظرفیت منابع آبی افغانستان را خدمت شما بینندگان عرض بکنم. افغانستان ظرفیت بیش از 75 میلیارد مکعب آب را در سال داره که از بین این 57 میلیارد مکعب آب 75 میلیارد مکعب آب 18 میلیارد از این آبهای زیرزمینی و 57 میلیارد آن آبهای سرزمینی کشور ماست که تقریبا از قله های هندوکوش سرازیر میشه و به اقصا نقاط کشور پراکنده میشه و نهایت بخش اعظم این آبها سرازیر کشورهای همسایه ما میشه. از این لحاظ برای اقتصاد کشور یک پروژه بسیار حیاتی است، چرا که افغانستان در چنین شرایطی که یک کشور مهاتی به خشکی و محصوری به کوه‌ها هست، حداقل کاری که میتونه استفاده بکنه از مزیت منابع آبی خودشان است در اقتصاد کشور و برای افزایش تولید محصولات زراعتی، برای افزایش انرژی برق که نیاز مبرم اقتصاد کشور هست و جزء زیربناهاست و جزء سرمایه های بالاسری جامعه کشور ما حساب میشه که امروز ما یکی از دلایل وابستگی ما به کشورهای همسایه واردات انرژی است. بله. ما از این جهت بی‌نیاز میشیم و مطمئنا بی‌نیاز میشیم اگر او پلان هایی که
دولت افغانستان، حکومت های افغانستان در طول دو دهه طرح کردند و باید اجرا می شد در طول سالهای گذشته، که متاسفانه با کندی پیش رفته. اگر این طرحها به صورت کامل اجرایی شود، ما حداقل در چند حوزه خودکفا می شیم. اولش این است که در حوزه زراعت کاملا خودکفا می شیم، با توجه به پتانسیل خاکی که کشور ما داره، پتانسیل آبی که ما داریم. در این حوزه نه تنها مصرف داخلی را خود تولید میکنیم، بلکه تبدیل به یک کشور صادر کننده محصولات زراعتی میشیم. درست. از اونجایی که تولیدات زراعتی ما بیش از 23% کل تولید ناخالص ملی کشور ما را تشکیل میده و بیش از 70% جمعیت نیروی کار ما مشغول در این بخش هست، از این لحاظ یک پروژه حیاتی زراعت برای ما. لذا هر کاری که برای افزایش زراعت و ظرفیت تولیدی ما محسوب شود برای کشور و اقتصاد کشور مفید است از این لحاظ. و در قسمت صنعت هم میتونه مؤثر باشه. اشاراتی که جناب رئیس جمهور آقای غنی در سخنرانی ها و صحبت های خودشان در افتتاح بند کمال خان اظهار کرده این بود که این پروژه ممکنه تبدیل شود به یک همکاری های مشترک منطقوی و مرزی. خب ما این را میتونیم، یک تهدید است برای هم کشور همسایه و هم اینکه انتظار واکنش امنیتی ما از کشورهای همسایه خود داریم در قبال این پروژه های حیاتی، ممکنه کشور ما هم متاثر شود، هم اقتصاد ما، هم امنیت ما، هم مسائل اجتماعی ما، همه ما متاثر شود. ولی این یک نگاه و مفکوره بسیار کلانی در سطح ملی و بین المللی و منطقه‌ای میخواهد، ضرورت دارد که حاکمان ما این تهدید را تبدیل به یک فرصت منطقه‌ای مشترک منطقه‌ای بکنند. بله. از این لحاظ یک پروژه بسیار حیاتی برای اقتصاد کشور ما. قربان شما، خیلی ممنون. موضع‌گیری‌هایی که دیروز آقای اشرف غنی در مراسم افتتاح بند کمال خان داشت و جناب استادم به خوبی به او اشاره کرد، برای بسیار از کارشناسان مایه نگرانی شده که این گونه موضع‌گیری در قبال همسایه ها، آن هم در شرایط بسیار حساس و شکننده ای که افغانستان درش قرار داره، پیامدهای ناگوار و ناخوشایندی برای کشور خواهد داشت. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ اولتر از همه ایجاد افتتاح بند کمال خان بر تمام مردم افغانستان و تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم بتانیم مدیریت درست بکنیم تا مشکل نوی بر افغانستان ایجاد نشود. جناب رئیس جمهور واقعا شخص مدبر، اما بعض مشکلات خود داره. همیشه در بعض جایی که خودشان تشریف بردن احساساتی صحبت کردن و نتونستن مشکلات افغانستان کمتر بسازن، همیشه بیشتر ساختن. من فکر میکنم صحبت های احساساتی جناب رئیس جمهور دیروز واقعا برای کارشناس سیاسی و نظامی نگران کننده بوده، چون همسایه ما هیچ وقت آرام نخواهد باشند و از این فرصت استفاده کرده مشکلات افغانستان بیشتر خواهد ساختن. شما دیدین دیروز صبح وقت وقتی که بند کمال خان افتتاح شد، یک پل را در هلمند مخالفین انفجار دادن که او پل وصل بود با 4-5 ولسوالی. این یک سیگنال بود از طرف همسایه ما که اگر ما مشکل برشان ایجاد بکنیم، مشکل افغانستان را بیشتر خواهد ساخت. بله، متاسفانه همینطور است. با توجه به این که افغانستان در میان کشورهای جهان آخرین جایگاه را در زمینه بندسازی داره، احداث و افتتاح بندهایی مثل سلما و کمال خان و همینطور پروژه های بندسازی دیگهی که فعلا جریان داره در نقاط مختلف کشور، اینا چقدر میتونه به پیشرفت اقتصادی افغانستان خوب ایجاد بندها در افغانستان یک مسلم افغانستان هست، اما ما یک کشور ترانزیتی هستیم در قسمت آبها و ما نمیتونیم بگوییم که ما کشورهای همسایه نمیتونه از آب افغانستان استفاده بکنه. و مشکل ما در افغانستان چی هست که کارشناسای ما که فعلا اینا در قسمت میار آبهای افغانستان کار میکنن، اینا تحصیلاتشان در کشورهای هستن که در اونجا آبهای بیشتر دارن مثل تایلند، مالزی و کشورهای اروپایی،
متاسفانه آگاهی بیشتر ندارن از بخشایی که ما فعلا در افغانستان بالاش کار میکنیم و مشکلات افغانستان بیشتر خواهد ساخت. ما باز هم بر مردم افغانستان تبریک میگم ایجاد بند کمال خان حداقل آغاز کار بوده که ما باید صورت میگرفت، اما ما باید با همسایه‌های خودم روابط بسیار خوب داشته باشیم و نشه که ارتباطات ما را با همسایه‌های ما قطع بسازه. و قبلا هم بر شما گفتم ایجاد بندها بیشتر از چندین دهه است که آغاز شده، در زمان آل حضرت ظاهر شاه آغاز کار بوده و از سردار داوود خان خواست که این بندها را ایجاد بکنه، اما همیشه از طرف همسایه‌های ما مشکل ایجاد شده. و امیدوار هستم که دولت افغانستان و هر حکومتی که در آینده بتوانند در افغانستان بالای قدرت باشند در این قسمت توجه بکنند و در این قسمت مشکل جدیدی بر افغانستان ایجاد نکنند، چون ما قبلا هم خدمت شما عرض کردم ما در شرایطی بسیار اساس قرار داریم. از یک طرف خشکسالی، آگاهان امور که در بخش های مختلف کار میکنند در بخش های معاری آبها، اونا نظرشانی هست که ما بیشتر از 30% در سال گذشته خشکسالی داشتیم، مثلا اینده هم شنن صحبت هایی که شده و فکر نمی کنم که جامعه عمل بپوشه، چون ما امروز در شرایط هستیم که افغانستان اگر بتانن خود خودکفا بسازن خوب خواهد بود، پیش از این که ما شعارهایی بتیم که او را جامعه عمل نپوشه و بگوییم که ما در مقابل آب تیل تقاضا میکنیم. یه امکان نداره، چون هر روز شما می‌بینید ما شاهد مشکلات بیشتر در جهان هستیم و مشکل اقلیمی. من فکر نمی‌کنم که افغانستان قادر به این شود که صادرات آب داشته باشد. نگرانی‌های موجود یا نگرانی‌های به وجود آمده بعد از افتتاح بند کمال خان و همینطور مواردی که سال گذشته پیش آمد، اگر در قالب توافق آبی ایران و افغانستان که اگر شما نکنم سال 1351 بین از طرف موسی شفیق نخست وزیر وقت افغانستان با نخست وزیر وقت ایران امضا شده، اگر ما در همین چارچوب حقوقی رفتار بکنیم احتمالا نگرانی هایی که امروز مطرح شده بی اساس خواهند شد و در واقع ما یک چارچوب حقوقی مشخص و مورد توافق داریم که آقای غنی هم در سخنرانی دیروز خودش به او اشاره کرد و او را به عنوان یک قرارداد رسمی و حقوقی بین دولتین ایران و افغانستان قبول داره. شما در این چه فکر میکنید؟ من به نظرم اظهارات جناب آقای غنی در افتتاح بند کمال خان کاملا متضاد با او بندهای حقوقی است که بین کشور ایران و افغانستان در تقسیم حقابه شده است و از طرفی هم ما نمیتونیم حق محق بودن ایران را در این زمینه دست کم و یا نادیده بگیریم، از این جهت که افغانستان خودش عضو کنوانسیون بین المللی محیط زیست است و بخش جدیدن در تقریبا در دهه های اخیر این بخشی از سازمان ملل ایجاد شده که کشورهایی که خودشان منبع آب است و این آب ها سرازیر می شود و کشورهای دیگه، بالاخره و کشورهای دیگه هم یک سری حقابه داره و از این جهت اونجا هم متحد است از نگاه بین المللی و از نگاه حقوقی و قراردادی که فی طرفین هم امضا شده و متحد شده دولتین مجبور است که دولت افغانستان تمکین بکنه برای اعطای حق حقابی ایران. اما این که دیروز آقای غنی علنا اعلام کرد که ما آب را در مقابل نفت قرار بدیم، خب این متناقض با این تعهدات است به نظر من و فکر میکنم که اختلافات منافع دو کشور را در بحث امنیتی و در بحث اقتصادی تشدید میکنه. ما خواهی نخواهی وابستگی زیادی به کشورهای همسایه داریم، باید به یک نحوی رضایت اونا هم در این زمینه گرفته شود با حفظ منافع و مصالح اولیای کشور ما که مورد ضرورت خود ماست. خب برای این که ما از چالش های احتمالی آینده پیشگیری بکنیم و نظام حقوقی مورد قبول هر دو طرف به عنوان یک سند رسمی امضا شده بین دو دولت مدار و معیار رفتارهای حقوقی و اخلاقی ما قرار بگیره، چه کار باید بکنیم و مخصوصا آقای رئیس جمهور به عنوان کسی که در رأس همه امور قرار دارد چه مسئولیتی دارد؟ من به نظرم همون که در ابتدای صحبت هم عرض کردم که
رئیس یک حکومت باید مفکوره ملی و منطقوی و بین‌المللی داشته باشه، یعنی در چارچوب همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی باید کار بکنه و قدم برداره. شعاری که رئیس جمهور از ابتدای حکومت قبلش تا به حال داده همین گونه بوده، ولی در عمل ما در سطح ملی می‌بینیم دچار تضادهای سیاسی امنیتی و تضادهای قومی شدیم که عملاً این گفتار زیر سوال میره، و در سطح بین المللی هم گاهن ما دچار تشدید تضادهای امنیتی در سطح منطقه بین کشورهایی که زینف هست در افغانستان، مخصوصا کشورهای پاکستان و ایران که شدیداً زینفند در افغانستان و میتوانند با ایجاد اخلال امنیت کشور را تحت تاثیر قرار بده. وقتی کشور دچار ثبات و امنیت پایدار نباشد، طبیعتاً اقتصاد ما هم تابع ثبات و امنیت است و نمیتونه اقتصاد رشد بکنه. شما 10 تا بند برق بسازین و 10 تا بند آبی را بسازین، نیروگاه های برق بسازین، بیاید یک شبه خراب بکنه و شما هم قدرت محافظت از این منابع و از این امکانات اقتصادی را نداشته باشی، در اون صورت چی میشه کرد؟ خب طبیعتاً باید این نگاه تبدیل شوه، یعنی نگاه همکاری باشه، باید به یک نحو رضایت کشورهای همسایه هم در اینجا در نظر بگیریم. با توجه به او خب میتونیم ما از امتیازهای مختلف استفاده بکنیم، مثلا همین بندهایی که ایجاد شده با یک اعطای مقدار حقابه که متعارف و مورد تعهد بین طرفین کشور ایران و پاکستان شده است و همچنین بین کشور پاکستان و افغانستان که در آینده اگر این اتفاق بیفته شود، ما میتونیم منابع اقتصادی زیاد را در همون مناطق ایجاد بکنیم از طریق ایجاد مناطق آزاد اقتصادی در بخش صنعت و مناطق آزاد زراعتی در بخش زراعت، که بتونیم از پتانسیل، از ظرفیت‌های تولیدی کشورهای همسایه استفاده بکنیم. و در عوض من فکر می‌کنم گرفتن در عوض آب به این شکل باشه خیلی بهتر است تا اینکه ما علناً بیاییم یک دولت را تهدید بکنیم که اگر تو آب می‌خوای باید در عوض برای ما نفت بدی. این نه عملاً قابل تحقق است و نه منطقاً قابل پذیرش، پس ما نمیتونیم با این منطق پیش بریم. جناب درست، تشکر شما. جناب وکیل، ز بحث امنیت بندها و از جمله بند کمال خان که جناب استاد به او اشاره کردن، از موضوعات بسیار جدی است و از نگرانی هایی است که به دنبال افتتاح و حتی پیش از افتتاح این بند از طرف کارشناسان و ناظران امور مطرح شد. این نگرانی ها چقدر جدی است و سخنان آقای رئیس جمهور در مراسم افتتاح بند کمال خان چقدر میتونه ضریب ناامنی های معطوف به بند کمال خان را افزایش بده؟ خب جناب رئیس جمهور دیروز در بند کمال خان حضور فیزیکی خود داشتن، برای یک روز رفتن اونجا و این بند افتتاح کردن. اگر ما نتانیم مدیریت درست بکنیم در بند کمال خان و ایجاد بندهای دیگی که قبلا هم 21 بند باید ایجاد میشد، اما روی بعض تعاملات سیاسی و کشور همسایه این بندها همشان کنسل شد و نتونستیم ما مدیریت درست بکنیم، مشکل افغانستان بیشتر از این خواهد ساخت. من فکر نمی کنم بند کفال خان مشکل زیاد را برای کشور ایران ایجاد بکند، چون ما بند کجکی را داریم که ما میتونیم بگوییم که 1% آب کجکی فعلا در بند کمال خان ذخیره نشده و با مشکل بزرگ نخواهد بود. اما در اینجا سیاسیون ما باید مدیریت درست بکنن، با کشور همسایه صحبت های خود داشته باشن و صحبت های احساساتی و تحریک آمیز نکنن پیش از اینکه ما با مشکل جدید در افغانستان با وجود بیاید و افغانستان با بدبختی ببره. شما میبینید که مذاکرات صلح هر روز به اوجش رسیده و از یک طرف طالبا، از طرف دیگه داعش و گروپ های مختلفی که در افغانستان می جنگن و همیشه کشور همسایه ما سربازگیری کردن از این گروه های مختلفی که در افغانستان می جنگن. امیدوار هستم که آقای غنی و تیم که با ایشان در بخش های مختلف کار می کنن سر این موضوع کار بکنن، پیش از این که ما گپ های احساساتی بزنیم با کشور همسایه سر تعاملات سیاسی بحث بکنیم تا مشکل افغانستان بیشتر نشه. قربان شما، خیلی سپاسگزار هستیم. یک میان برنامه کوتاه با هم مشاهده میکنیم و دوباره برای ادامه گفتگو خدمت مهمانان عزیز برمیگردیم. بعد از خبر. سلام مجدد و بسیار خوش آمدین به برنامه.
در ادامه برنامه همچنان در خدمت استاد محمد عیسی رضایی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه، و جناب آقای سید حسن پکتیاوال، نماینده مردم پکتیا در مجلس نمایندگان هستیم و موضوع بحث هم افتتاح و بهره برداری از بند کمال خان در ولایت نیمروز هست به عنوان یکی از مهمترین تحولات اقتصادی در آغازین روزهای سال جدید 1400 خورشیدی. جناب آقای رضایی، آقای غنی در مراسم افتتاح بند کمال خان گفت که این بند نیمروز را به یک بندر بین المللی تبدیل می کند. از نظر شما افتتاح بند کمال خان برای توسعه روابط بین المللی افغانستان چه جایگاهی داره؟ به نظر من این اظهارات اگر صرفا در قالب یک اظهار نظر باشه، بردی سیاسی داره تا بردی اقتصادی، و تأثیر مستقیم این صحبت ها روی وضعیت اقتصادی و اجتماعی همان منطقه و ممکنه متقابل برای کشور دیگر نداشته باشه. درسته ما میتونیم با مدیریت منابع آبی خود در سرزمین هایی که مرز مشترک داریم با کشورهای همسایه، میتونیم ظرفیت تولید زراعت و صنعت خود بالا ببریم، اما این ظرفیت زمانی برای اقتصاد کشور ما مفید واقع میشه که ما بتونیم مناطق آزاد تجاری، پارک های صنعتی آزاد صنعتی داشته باشیم، یا مناطق مشترک اقتصادی و بازارهای مشترک در سرزمین های مشترک داشته باشیم، مناطق مرزی، تا سرمایه گذاری های مشترک داخلی و خارجی اینجا صورت بگیره. در او صورت میتونه او منطقه تبدیل به یک منطقه مشترک با همکاری اقتصادی باشه. در غیر صورت صرفا یک اظهار نظر هیچ مفیدی به حال اقتصاد کشور و وضعیت مردم منطقه نمیکنه، جز اینکه با اظهارات نسنجیده و احساساتی بحثای تنش زدایی را بیشتر بکنه و موجب تشدید ناامنی ها در او منطقه شه. متاسفانه آقای غنی بعد از سالها بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری همچنان لحن کمپاینی دارن در سخنرانی هایشان، و آدم فکر میکنه که ایشان برای کمپاین انتخابات ریاست جمهوری صحبت میکنن. خب به هر ترتیب در مجموع با توجه به ظرفیتی که بند کمال خان داره برای زیر آبیاری قرار دادن 184,000 هکتار زمین در ولایت نیمروز و تولید 9 مگاوات انرژی برق، چقدر ما میتونیم به چشمانداز درخشان و امیدبخش اقتصادی از مجرای بند کمال خان امیدوار باشیم؟ شما که در این حال که وکیل پارلمان هستین، یک تاجر ملی هم هستین، تاجر بین المللی هستین، اقتصاد را خوب میفهمین. من خدمتتون میخوام عرض بکنم، ما فعلا وابسته به بانک جهانی هستیم و بانک جهانی هیچ وقت افغانستان اجازه نخواهد بده که در قسمت میار آبها با کشورهای همسایه افغانستان مشکل داشته باشه. ما وقتی میتونیم بالای رشد اقتصاد در افغانستان بحث بکنیم که از نگاه اقتصادی ما خودکفا باشیم و بتونیم خود ما از سرمایه ملی افغانستان ایجاد بعضی بندها و مشکلاتی که در افغانستان به وجود آمده این خودکفایی داشته باشیم. امیدوار هستم با مدیریت درستی که آقای غنی دیروز بیان کردن در قسمت ایجاد بندها و استفاده از آب بند کمال خان بتانیم ما واقعا یک روز اقتصادی در داشته باشیم، و قسمی که دیروز دوستا صحبت کردن که بیشتر از 650,000 ایجاد شغل در نیمروز خواهد بود، باز هم به صفت نماینده مردم ما زیاد امیدوار به این موضوع نیستم، چون دولت افغانستان در اواخر نشان دادن که همیشه سرگرم موضوعات شخصی و موضوعات سلیقوی خودشان بوده و هیچ وقت شعارهایی که دادن و جامعه عمل نپوشیده. و از طرف دیگه قبلا هم برای شما گفتم که مشکلات ما در افغانستان بیشتر از این هست که مردم افغانستان بالاش فکر میکنن. جنگ، بدبختی و فقر بیداد میکشه و امروز تمام جهانیان منتظر از این هستن که ما چطور میتونیم در آینده یک سلسله سرتاسری در افغانستان داشته باشیم.
ما زیاد خوشبین به این موضوع نیستم، اما امیدوار به این هستم که افرادی که در این قسمت تخصص بیشتر دارن توجه بکنن، دلشان بر افغانستان بسوزد و پیش از این که به خاطر منافع شخصی خود صحبت ها بکنن، به خاطر منافع ملی و بین المللی صحبت داشته باشن. بله دقیقاً. جناب استاد، در آخرین انتخابات رئیس جمهوری افغانستان یکی از کاندیداهای رئیس جمهوری مباحث نسبتاً تازه‌ای را در حوزه اقتصادی مطرح کرد، از جمله در مورد سرمایه آب که افغانستان یکی از بهترین و با کیفیت ترین آب‌های شیرین را در سطح جهان دارد و او تاکیدش بر این بود که از ویژگی‌های آب افغانستان این است که تقریباً آماده صادر کردن هست، با دو فیلتر میشه آب افغانستان را، آب‌های روی زمینی را در واقع تبدیل کرد به آب صادراتی و مخصوصاً به کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی این آب را صادر کرد و سالانه حداقل 50 میلیارد دلار برای افغانستان درآمد ایجاد کرد. اگر یک چنین چیزی درست باشه، فکر نمی‌کنیم که ایجاد بند کمال خان و شعارهای بسیار بسیار بالا بلندی که از طرف آقای رئیس جمهور مطرح شد به واقع منطبق هست و بسیار نزدیک به واقعیت هست؟ من فکر میکنم که برآورد درآمد حاصل از صادرات آب به اندازه 50 میلیارد یک رویای تحقق نایافته است. ما تمام اقتصاد افغانستان که حجمش رو مجموعاً در نظر بگیریم 20 میلیارد دلار است سالانه، که تمام بخش خدمات، زراعت، صنعت را شامل میشه. خب شما فرض بکنید که تا چند سال آینده چند درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که کل جی دی پی ما شود 50 میلیارد، یعنی تقریبا دو نیم برابر، و یا اینکه جی دی پی ما چقدر باید شود تا فقط صادرات آب ما شود 50 میلیارد. این اظهار نظرها احساساتی است به نظرم، نه تکنیکی است نه فنی است. کل آب ما، آبای زیرزمینی نه آبای سرزمینی ما 57 میلیارد مکعب آب داریم ما. مگر هر متر مکعب آب را ما چقدر باید بتونیم صادر بکنیم تا 50 میلیارد دلار کل آب صادر بکنیم 50 میلیارد دلار درآمد نمیتونیم داشته باشیم؟ پس این اظهارات غیر فنی و غیر مسلکی است، صرفا همون برده کمپاینی داشته. ولی به نظرم من فکر میکنم ما به جایی که آب را به صورت مستقیم بفروشیم برای کشورهایی که آب شیرین کم داره، ما خود ما اولا در قسمت مصرف دچار مشکلیم. یعنی مصرف خانگی آب ما خیلی پایین است، دلیلش هم دسترسی نداشتن به آب صحی سالم است. اول شهر کابل را بیاییم آب بدیم، ولایت های کلان آب صحی سالم باید که از شاخص های توسعه انسانی کشور هاست. ما از این جهت بسیار نمره پایین گرفتیم در اجدعای در سطح بین الملل شاخص توسعه انسانی. یک دلیلش همی بخش نمره نگرفتن بخش صحت و بهداشت ماست که مهمترین علت بیماری های واگیر و بیماری های مهلک در کشور دسترسی نداشتن به آبهای صحی و سالم است. لذا به این زمینه باید توجه شود. اول ما بیاییم در داخل افغانستان نیازمندی ها را مرتفع بسازیم، مرفوع بسازیم، بعد از او در بخش زراعت، صنعت، تولید انرژی میتونیم استفاده بکنیم. اگر منابع آبی ما در آینده افزایش از 75 میلیارد مکعب آب شد، او زمان باید اقدام به صادرات آب بکنیم. این در حالی است که ما در همین مقدار موجود آبی کشورهای همسایه ما ادعای شراکت داره، میگه همه‌اش از شما نیست، یک بخش از ماست، ایران، پاکستان، کشورهای همسایه آسیای میانه ما، همه اینها بالاخره ادعای حق داره. خب چقدر آب باید ما داشته باشیم که بتونیم هم تولید داخل را مرفوع بسازیم، هم نیازمندی های مصرفی خانگی و صنعتی را مرفوع بسازیم و هم اضافه بر صادرات داشته باشیم، بتونیم درآمد قابل توجه داشته باشیم؟ خب به نظرم این صحبت‌های اقتصادی و فنی نیست، یک صحبت رویایی و جنبه کمپاینی داره بیشتر، و من فکر میکنم بیشتر روی رفع نیازمندی های داخلی اگر
صحبت شود، هم دولت پلان ها و پالیسی های ها اونها هم بیشتر در محور نیازهای داخلی شکل بگیره و تدوین شود، این بهتر است تا اینکه ما به صادرات آب فکر بکنیم. دقیقاً بله. از خواهی میکنم جناب وکیل صاحب، بخش عمده جنگ های جاری در جهان یا حداقل در منطقه خاورمیانه با محوریت انرژی صورت میگیره. در واقع جنگ امروز جنگ انرژی است، ولی کارشناسان و آینده نگران به این باور هستند که جنگ آینده بشر بر سر آب خواهد بود، بر سر آبهای شیرین. در واقع اگر ما این موضوع را به عنوان یک نگرانی که آینده بشریت را تهدید میکنه در نظر بگیریم، فکر میکنیم که افتتاح بند کمال خان یا بند سازی های دیگه ای که جریان داره در افغانستان چقدر میتونه برای آینده مردم افغانستان امید بخش باشه و نیازهای آبی مردم را تأمین بکنه، یا چه مقدار اساسا آب افغانستان میتونه خودش به عنوان یک تهدید باشه برای جنگیدن بر سر آب در کشور ما. من قبلا هم خدمت شما عرض کردم، دقیقا آقایان امور اقتصادی و آقایانی که در جهان فعلا کار میکنن، یک روز جنگ بالای آب آغاز خواهد شد. و اما در افغانستان مشکل ما این بوده که ما مدیران درست نداشتیم در طول چند دهه که بتانن این آبها را درست مدیریت بکنن. قبلا آقایان امور اقتصادی و آقایان امور بخشایی که در این قسمت کار میکردن سر این موضوعات صحبت میکردن. اما من یک موضوع رو میخوایم خدمت شما عرض بکنم که وقتی که متخصصین سر بعض موضوعات کار میکنن، اقلا 50 سال قبل 60 سال قبل سر یک موضوع میخوان بحث داشته باشن که فردا چی خواهد شد، 50 سال قبل بعد چی خواهد شد. شما میبینین هیچ متخصص، هیچ آقای امور بخشای نظامی فکر نمیکرد که 50 سال قبل بعد در خاورمیانه گروهی به نام داعش ایجاد آغاز به کار بکنن و برای تمام بشریت مشکل ایجاد بکنن. من فکر نمی کنم که صحبت هایی که آقایان امور در بخش های آب و بعضی بخش های مختلف دارن هجوم عمل بپوشه. شما ببینید مشکلات اقلیمی بیشتر از این شده که قبلا متخصصین در یک قسمت کار میکردن. امیدوار هستم که آقایان امور اقلیمی در این قسمت دست به کار شون و طرح را درست بکنن که بتانن در آینده افغانستان خود افغانستان خود کفا باشه و اقلا بتانن صادرات ناچیز برای کشورهای خاورمیانه و کشورهای همسایه داشته باشن. قبلا هم جناب استاد فرمودن آب تنها آب ما نیست که ما بتانیم از استفاده بکنیم، و ما همیشه شعار بتیم که ما برای کشور همسایه آب صادر میکنیم، چون در اینجا تعاملات بین المللی هست و ما را هیچ وقت کشورهای زیردخل در افغانستان اجازه زیر نخواد داد که ما آب بالای کشور همسایه خود ببندیم و مشکل افغانستان بیشتر از این بسازیم. امیدوار هستم بزرگای از این کشور واقعا منطقی فکر بکنن، به خاطر مشکلات از این کشور فکر بکنن تا ما تانسته باشیم یک افغانستانی داشته باشیم که ما از نگاه اقلیمی و مشکلات آبی که امروز داریم خودکفا باشه، و 4000 یخچالی که فعلا ما در افغانستان هر روز شاهد ذوب شدن از این هستیم، جلو از این موضوعات بگیرن و بالای موضوعات کار بکنن که ما بتانیم اقلیم افغانستان حداقل 50% پاک بسازه، محیط زیست و این مشکلات از بین بره. بله دقیقاً. در این مورد شما چه فکر میکنید جناب استاد؟ دیگه سوال تکرار نمیکنم، جنگ بر سر آب. من به نظرم با توجه به اینکه جهان به سمت گرمایی حرکت میکنه، در مجموع اقلیم جهانی گرم میشه و تولید گازهای کربن در سطح دنیا به دلیل افزایش فعالیت‌های صنعتی افزایش پیدا کرده و قطعا خشکسالی زیاد خواهد شد. تغییرات اقلیمی مشهود است از همین حالا، و ممکن است که در آینده منابع آبی بر سراسر کشورها دچار محدودیت شود، مخصوصا کشورهایی که بیشتر خشکی دارند، یعنی اقلیم خشکی دارند مثل افغانستان. دلیلش این است که کشورهای صنعتی با توجه به توانایی که دارند،
در قسمت ایجاد باران‌های مصنوعی میتونه تا حدود 20 تا 25 فیصد باران مصنوعی ایجاد بکنه و مشکلات کمابی خودشان را مرفوع بسازه. اما کشورهایی مثل افغانستان که نه این تکنولوژی را در اختیار داره و اگرم در آینده پیدا بکنه این تکنولوژی را در دست بگیرن، ممکنه این حالت اقلیمی افغانستان، شرایط اقلیمی، خشک بودن و این مسائل اصلا زمینه برای ایجاد باران‌های مصنوعی وجود نداره در این کشور. اگر ما بخواییم هم نمیشه. لذا در این قسمت ما دچار مشکل هستیم، مگر اینکه ما باید یک پلان بلند مدت برای نسل‌های آینده در نظر داشته باشیم که چیکار باید بکنیم که ذخیره‌های منابع آبی خود را پایدار و محکم بسازیم که آب‌ها را در بلند مدت بتونیم ذخیره بکنیم. ما با ایجاد بندهای آبی فقط آب‌های سرزمینی را در کوتاه مدت مهار می‌کنیم، ولی وقتی حرارت هوا بیشتر شوه یک بخشی از این آبها تبدیل به بخار میشه و یک بخشش در قالب ارسام خود ذخیره میکنه و اونجا آبی که عملا در دسترس مردم قرار بگیره در بخش تولید و مصرف آبی کمی خواهد بود. لذا باید به فکر یک ذخیره‌های پایداری باید در آینده شوه که ما دچار مشکل در این زمینه نشویم. قطعا من فکر میکنم که یکی از کلیدهای مشکلات جهانی سر منابع آبی مخصوصا بین کشورهایی که محاط به خشکه و سرزمین دارای اقلیم خشک هستند، مثل کشورهای همسایه ما، کشورهای آسیای میانه، کشوری ایران، اینا کشورهایی هستند که رطوبت کافی برای تولید بارانهای مصنوعی را ندارند. ممکنه ما در آینده در سطح منطقه دچار تشدید امنیتی شویم در این زمینه. بله. یک موضوع است که ما وقتی از مهار و مدیریت آبها صحبت میکنیم عمدتا تمرکز روی آبهای سرزمینی است، آبهایی که در بستر در کف زمین در واقع جریان داره و ما اونا را میبینیم یا حس میکنیم، لمس میکنیم. نسبت به آبهای زیرزمینی افغانستان هیچ توجهی نمیشه. به عنوان مثال شما در همین کابل میبینیم که ما در مناطقی به شدت دچار تبعیض آبی هستیم. کسانی هستن که در طول سال با مشکل آب مواجه هستن، دسترسی ندارن به آب، نه لوله‌کشی دولتی وجود داره و نه بسیاری از شهروندان توانایی بیرون کشیدن آب از اعماق زمین را دارن. تنها کسانی که متمول هستن و امکانات اقتصادی خوبی دارن اینا میان حفاری میکنن، هر کدوم برای خودشون چاهای عمیق حفر میکنن که باز ای عوارض بسیار منفی برای همسایه ها داره، آب کل منطقه را اینا میمکن. این مدیریت آب و مهار آب وقتی صحبت میشه چرا نسبت به این موضوع توجه نمیشه؟ به نظرم دولت در قسمت آبرسانی در سطح شهرهای کلان شهر در طول سالها بی‌توجه بوده و هیچ توجهی در قسمت اختصاصی بودجه در بودجه سالانه خود در این زمینه توجه کافی نداشته و تحقیقات لازم هم صورت نگرفته. گرچند صحبت‌های در حد شعار در سال‌های اخیر مخصوصاً در پایتخت زیاد صورت گرفته، به نظرم تا که دولت یک برنامه گسترده را برای تولید و توزیع آب‌های مصرفی در کلان شهرها روی دست نگیره، استخراج غیر قانونی آب‌های مخصوصاً آب‌های زیرزمینی و استفاده‌های غیر قانونی و اتلاف آبی در سطح شهرها و توزیع ناعادلانه آب در نقاط مختلف شهری در تمام کلان شهرها همیشه وجود داره و وجود خواهد داشت. تنها راه حلش این است که تولید و توزیع آب را تحت مدیریت واحد دولت و حکومت قرار بگیره و صورت عادلانه در قالب آب شهری در سر شهر مثل الگوهایی که کشورهای دیگه دارن ما میتونیم الگوها رو در افغانستان هم تطبیق بکنیم و این میتونه تنها راه و عادلانه ترین راه باشه که هیچ کس حقش تلف نشوه و هیچ منطقه حقش ضایع نشوه، همه مناطق شهری به طور مساوی از نعمت آب برخوردار شه. بله. آخرین پرسش خدمت شما مطرح میکنم جناب وکیل زیب و این است که ما در کشوری زندگی میکنیم که تقریبا برای هیچ چیز استراتژی نداره. ما برای امنیت یک دکترین یا یک استراتژی تعریف شده مدون نداریم، برای حکومت داری یک استراتژی مدون نداریم، برای تعامل با کشورهای همسایه با جهان
سیاست خارجی ما، سیاست داخلی ما، همه در یک خلا بسر میبره ملحاظ استراتژی. و از جمله ما در زمینه مهار و مدیریت آبهای ما هم فاقد استراتژی هستیم. چه کار باید بکنیم که استراتژی به وجود بیاد؟ متاسفانه در طول تاریخ در چند دهه نشان داد افغانستان که نتونستن واقعا مدیریت درست بکنن در تمام برنامه ها. امیدوار هستم دولت افغانستان با شرکای بین المللی خود نشستهایی داشته باشند و بالای مدیریت بخشای آبی افغانستان درست صحبتهایی بکنند تا ما بتونیم رایعلی داشته باشیم که جلو مشکلات بیشتر در افغانستان بگیریم. اما متاسفانه در این اواخر قبلا شما گفتین که ما متخصصینی در این راستا نداریم، اما من فکر میکنم همیشه حاکمانی که در افغانستان روی کار بودن اونا همیشه سلیقوی برخورد کردن و پیش از این که بیاین واقعا تخصصی فکر بکنن. شما ببینین وزارت انرژی و آب در سال 96 برنامه‌ای را روی کار داشتن که میتونستن مدیریت خوب بکنن از آبهای افغانستان، اما حاکمانی که در وقت حکمرانیشان هست، ما خدمت شما میخوام عرض بکنم، روی بعض موضوعات سلیقوی اونا را برکنار ساختن و اشخاص را امروز ما میبینیم در وزارت انرژی و آب، در بخشایی که واقعا امروز افغانستان ضرورت دارن به متخصصین، همشان خانه نشین شدن و کسایی آمدن که اونا آگاهی درست ندارن و جوانایی که ما طرفدار از این نیستم که ما بزرگای خود برکنار بکنیم و متخصصین جوان خوب است که ما متخصصین جوان خودم داشته باشیم، اما قبلا براتون گفتم افغانستان در شرایط ما قرار داریم که باید تجربه متخصصین قبلی خودم داشته باشیم تا بتونیم واقعا مدیریت درست بکنیم از آبهای افغانستان و پیش از اینکه مشکل بیشتر را آبهای افغانستان بر افغانستان ایجاد بکنم. خیلی سپاسگزار هستم از جناب آقای سید حسن پکتیاوال، نماینده مردم پکتیا در مجلس نمایندگان، و جناب آقای محمد عیسی رضایی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی. از حضور شما در این برنامه خیلی استفاده کردیم. شکر. از همراهی شما هم سپاسگزاری میکنم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.